سلام، فکر میکنید امشب کدوم داستان از قصه های شیخ عطار رو تعریف میکنم؟ شاید بدونید که شیخ فریدالدین عطار نیشابوری حدود 800 سال پیش این قصه رو در کتابش نوشته. هدیه، روزی بود و روزگاری بود. یک مرد عرب بیابانی بود که تمام عمرش رو با خانوادهش در صحرا به سر برده بود. خودشه، بهتره بریم یه سری بهش بزنیم. قبلن این چشمه آب داشت، هرچند که آب شور بود، اما مرد عرب راضی و خوش بود. ببینم تو هم به کاروان اومدی. اگه اومدی باش کاروان از کجاست؟ نه تنها هم، کسی با من نیست. نه میخوام کاروان یکی با خودم. گاهی اوقات کاروان هایی که از اینجا میگذشتند به مرد کمک میکردند، ولی حالا از کاروان خبری نیست. فایده نداره، از این چشمه خشک آبی بیرون نمیاد. پس میگی چی کار کنیم؟ زن بچه هم از تشنگی حلاک میشن. بشونم که میگی بشونم. بابا بابا تشنم آب میخوام. میگم خبری نیست. چی آزاری هستی؟ دوباره زل زدی به من؟ آره پسر گل. تشنمه. بگیرش. بابات کجاست؟ نمیدونم امروز واسه ما چه قصه‌ای نوشته وزیر جون. منظورتون چیست خانم؟ آی وزیر تو چقدر رو مخی. مهدی آذر یزدی رو میگم دیگه، همون که واسه بچه ها قصه می نویسه دائما قصه‌های ما رو حکایت میکنه. فقط قصه شما نیست، این قصه رو به شکلای متفاوتی نویسندگان مختلف حکایت کردن. به به، جناب آذر یزدی، اتفاقا الان ذکر خیر شما بود. خب میگفتیم مولانا در مثنوی به جای شما خواجه نظام الملک را آورده است. خب بقیهش؟ و عده‌ای آن را با حضور لقمان حکیم حکایت کردند. آها فهمیدم آقا مهدی، منظورت اینه که ما هم باید مثل لقمان حکیم عمل کنیم. ای با کجا میروی؟ سب کن نهار با هم بخوریم دیگه آقا مهدی. ممنون، مرا در زندگی نیازی به غذای حاکمان نبوده و نیست. خدا نگهدار. ببخشید قربان، میگم این آذر یزدی هم خیلی با شهامت و با صداقت حرف میزنه. هم نه اتفاقا وزی جون، همین صداقت رو گوشه که منو خرابش کرده. خوشحالم که میبینم بالاخره برای یافتن آب هم که شده از محل زندگیت بیرون آمدی. آخه چایه این نگاشتم، هرچان که نگرانم در قیاب من یکی بیاد آبادی و چش آها بکنه. نگران نباش، قول میدهم تا پایان قصه کسی به آبادی تو کار نداشته باشه. چی قصه؟ کدوم قصه؟ بگذاریم، اگر مستقیم بروی به شهر و دریاچه میرسی. دریاچه؟ همون که آب زیادی داره؟ مرد ساده به جز آبادی خودش هیچ جای دیگر را ندیده و از هیچ چیز خبر ندارد. موسیقی
باورم نمیشه. بابا عجب آب خوشمزه ای. پرنده های نیمای رو باز، اینجا واقعا قشنگه. کاش همیشه اینجا میبودیم، خیلی خوبه. من راست میگفت که یه شهر و دریاچه وجود داره، حتما منظورش همینجا بوده. چاب گوارایی هم داره. کسی که دریا رو ندیده یه برکه رو دریاچه میبینه. اونجا یه برکه کوچیک بود که از آب بارون شکل گرفته، اما مرد عرب فکر کرد بهشته و اونم آب بهشته. واقعا که آب بهشته. باید از این آب بهشتی مشاکم ببرم. خب نیست که من فقط خودم از این آب بخورم، حاکم اجمان از این آب خیلی خوشحال میشه. باید هم خوشحال بشه. تا حالا کسی آب به این خوبی نخورده. دوست داری؟ مای حاکممه برش که از اونجا میری میدی رو دور میزنی، میری دست راست برو. دیگه دارم کم میایم. سلام. حاکم در شهر نیست که تو میخوای به شهر بری. مش کجاش؟ حاکم برای شکار بیرون اومده، اونجا رو میبینی؟ اگه میخوای حاکمو ببینی، فرصتی از این بهتر پیدا نمی کنی. الان وقتشه. به نظرت میذارن من حاکمو ببینم؟ هیچ چیز غیر ممکن نیست. تلاشتو بکن و ناامید نشی. باشه. کجا؟ به نزد حاکم بگم. متاسفم آصاب. نزد برم دیگه، با حاکم کار واجبه گرم. سب کن باس از فرمانده اجازه بگیرم. یعنی منو را میدن؟ آبش خیلی خوشمزه است. حاکم حتما باید بخوره. خدا کنه بذارن حاکمو ببینم. بابا بیا. ببینم با حاکم چی کار داری؟ واسه حاکم هدیه آوردم. به من بده، خودم میدمش به حاکم. نه، باید خودم اونو بگم به حاکم، نمیگم به تو. حرف میزنی؟ بگو ببینم کیسی و هدیه چیه؟ من از بهش اومدم و از اونجا واسه حاکمی هدیه خوب آوردم. از بهش؟ از بهش چی آوردی؟ جناب حاکم، جناب حاکم. چه خبر شدی بچه ها؟ نگران نباشی قربان، مرد سادله اومده که میخواد شما رو ببینه. بذارین گیاد ببینمش. بیایی جو افته جو. چه میخواهی مرد؟ حاکم به سلامت با، چیزی نمیخوام. براتون از بهشتی هدیه آوردم. از بهشت؟ بله، جای شبیه بهشت. شاید هم خود بهشت. ساکت باشی، خوش اومدی عزیزم. بیا بیا تو. بگه اومدم خودتو ببینم. حاکم آجام نمیشم. تنش آقاش ما رو به هم بزنن. کار داره؟ چه خبره؟ بفرمایین. ببینم پسر گل، بگو واسه ما چه هدیه ای آوردی؟ بفرمایین.
بفرمایین قربان. این دیگه چیه؟ آب یکی از بهش آوردم. راستش وقتی به اونجا رسیدم دیدم آب گوارایی و حیفم اومد که خودم به تنهایی ازش بخورم و واسه شما نیارم تا نخورین، گناه داری. یه دونه از این دیوان گنده بیار بینه. اینو بازش کن. بفرمایین. چیه نشونمون بدی؟ فکر کنم الان بمیره و همه چیز به من برسه. گوارای وجود تو میبینین چه آبا خوشتمیه ها که؟ قرار پیر مرد خیلی خوشمزه. قربان بذاره منم از این آب بخورم، تشنمه. وزی جون بکش عقب، این آب مخصوص منه و هیچ کسم حق نداره ازش بنوشه، فهمیدی یا نه؟ برو از این آب توی جای خوبی نگهداری کن، دوش ندارم هم کسی ازش بنوشه، فهمیدی؟ میدانستم میدانستم شما از این آب خوشتون میاد. بس درد نکنه حدیب، ارزشی نشون از علاقه تو به من دادی. بله قربان، تمام جان و تنم فدای شما. پسر گل، حالا بگو ببینم کجا زندگی میکنی و به چه کاری مشغولی؟ هفته شب ببینم کجا میری؟ بفرمایید قربان. این چیه و داری کجا میبری؟ این هدیه یه مرد عربه، حاکم گفت برو توی جای پنهان کنمش. اینا رو که میدونم، بذار ببینم این آب چه تعمی داره که حاکم اقد از اون تعریف کردش. بدش با باید ابتالش کنم، شاید قصد سوی به حاکم داشته باشه، وقت بدبخت میشه، میفهمی که این آب بارونه که بوی خاک و علف پوسیده میده بدبزش. اما مرد گفت که آب بهشته. آخه اون از کجا میدونه بهش کجاست؟ حتما اینقدر آب شور صحرا رو خورده که این آب گندیده رو آب بهشتی میدونسته. هفت نزد. هرچی که هست با عشق و علاقه و از روی ساده دلی اونو به حاکم تقدیم کرد. چقدر چیز؟ ما از بهشت صحرا خبری نداشتیم. خوب کاری کردی که این تحفه رو واسه ما آوردی. حالا ببینم شیطون چه آرزوی داری. من چیزی نمیخوام قربان، ولی من در جستجوی آب بودم که به بهشت رسیدم. کاش شطوری داشتم که میتونستم آب بیشتری براتون بیارم. بله آجه، به این مرد یه شطور 0 کیلومتر بدین و یه کیسه پول، چند مشک آب و مقداری غذا بهش بدین باشه. تا بره نزد خانواده‌اش امشب حسابی خوش بگذرونه. ممنونم قربان. اینا مزد خدمتی که شما به حاکم کردی. خیلی لطف کردی تو شادیادو خدمت کنم. قربان سهر دارم جان دله. الان چرا جرب حاکم اجازه ندادن ما هم از آن آب بنوشیم؟ نالام وسط میگم، شاید یکی از شماها نمیتونست خودشو کنترل کنه و وقت با عکس العمل خودش اون مرد ساده دلو میرنجوند. مگر آب چه طعمی داشت؟ بعد از رفتن اون مرد میتونی تمام اون آبو بنوشی، همش مال خودت. بچه تو که انداخت؟ چه با محبتش ببینه؟ بیا خشیم هیچه باره نمیشم. ببینم راضی هستی؟ حاکم به سلامت باد، ممنونم. اما این هدیه ما یه شرطی هم داره برادر. هرچی بفرمایید اتاعت میکنم. شرطش اینه که از همین جا مستقیم به آبادیت برگردی و به هیچ جای دیگه هم نری باشی. چشم قربان. یادتم باشه آدرس بهشت رو به هیچ کس نده، فقط خودت و خانوادت از اونجا استفاده کنی. حالا برو به سلامت. چشم خداحافظ جناب حاکم. ببینم این شرط شروع چه بود که گذاشتیم؟ تو که خودت بهتر میدونی آزر جون. میخواهم بچه ها هم بدانند. اگه اون به شهر میرفت و اون همه آبو میدید و از آبای گوارای شهر مینوشید، بعد میفهمید که هدیهش هیچ ارزشی نداشته و خیلی شرمنده میشد. خب منم دوست نداشتم شرمنده و ناراحت بشه، تو که میدونی. بچه های خوب، تا یه قصه خوب دیگه بدرود.